سلام سلام دیمو هستم از سری آموزش های آلمانی با دیمو از کانال دیمو لینگو کتاب منشن سطح آیک دو جلسه فکر میکنم جلسه هشتم باید باشیم مرسی که ما هستید داما رو دنبال میکنید لایک میکنید کامنت میذارید بر ما اگه تا الان کامنت نذاشتید دوت... لایک سابسکرایب نکرید لطفا این کار انجام بدید ما رو به دوستاتون معرفی کنید به ما انرژی بدید و باعث بشید که راهو بهتر و سریعتر پیش بریم مرسی از ها که کامنت می‌ذارن مرسی از ها بچه‌ای که لایک like می‌کنن ویدیوهای قبلی رو ویدیوهای دیگر رو به شدت برام انرژی بخش هستش مرسی از دوستایی که برای ما دونیت می‌کنن مبالغ ب... ملا از چندین بار گفتم از 7 8 هزار تومان هست تا اعداد دیگه دمتون گرم تا به بالا برای ما اینها اینها هم انرژی بخش مرسی واقعا لطف می‌کنید اونایی که بعضی میپرسن که چجوری ما دونیت کنیم من شماره کارت رو توی دیسکریپشن همیشه مینویسم تای ویدیو ها بچه که دلشون میخواد میتونن این کار رو انجام بدن بریم وارد درس 20 بشیم بچه ها صفحه 45 هستیم و تیتر درس هستش کمزفورد غونتا بچه ها غونتا غونتا, غونتا. یعنی بیا پایین بیا پایین بچه همون که سرمون درد گرفته این حرف خب اما ها کم زفورد zuerst sprechen wir über das foto. aber weil ihr arbeiten, dann machen wir weiter, was passiert mit so auf dem foto sehe ich eine frau oder ein mädchen. ja, sie ist 13 oder 14 jahre alt. sie ist auf dem baum, auf dem baum. sie sitzt auf dem baum und sie schreibt etwas. زی شرایت اتفاس یه چیزی داره می اوکی واس یا همین دیگه اون دورت گیپتس اینن باون میتونی توانی جوریم بگی گیپتس دورت گیپتس اینن باون یه دونه درخت وجود داره بچه بعد از گیپتس همیشه ما اکوزاتیف داریم حالا فعلا راجع به آب و هواینه خیلی نخوندیم که انشالله در درس های آینده با هم میخونیم و, و راجع به اونم صحبت خواهیم کرد. بریم با هم دیگه درس رو شروع بکنیم این درس دو تا دو تا گرامر دو تا مفهوم جدید رو می‌خونیم یکی از های مهم این کتاب هستش بنابراین خوب با دقت گوش بکنید خب یه هوگنی داره اولش که مامانه میاد بهش میگه که وو شتکس تو شون ویدا نه بچا فعل شتکن استفاده کنه کجا قایم شدی و شتکس دو شون ویدا دوباره کجا قایم شدی شتکن که به دختر مرسیدون هوغن گوش بدید و گفته که خلاصه میگه گوش بکنید و ببینید کدوم درسته یه جمع میگه که وصفیا این تگ وصفیا این تگ بچه وصفیا با همه ترکیبی یعنی چه مثلا what دی؟ day انگلیسیش میگه چه روزی مثلا میگم چه اسمی وصفیا این نامه یا مثلا میگم وصفیا

تگ تا بوخ بچه تگ بوخ داره مینویسه این اصولا خانم ها بیشتر تگ بوخ نویسن به نظرم که رندن رو زندگی مثلا چطور چیکار کردیم شب چیکار کردیم از این حرفا دیگه نمیدونم بهش چی میگن دفتر خاطرات داره همین چیزایی زول او دا زول نیست غونتا کومن تا کومن پایین باید بیاد یا نیاد که مادرش گفت باید بیای پایین بی دختر جون بیا پایین خب بریم بی لکسیکونه با هم دیگه بخونیم بعد وارد درس بشیم یه سری کلمه باحال است اولیش بچه ها دیم دیمول نه من این بزرگترش بکنم این نه بزرگترش بکنم خیلی هم میگن که بزرگترش کن بفرما یا تو نره کانال تلگرامی و یوتیوبی و اینستاگرامی ما رو هم از اینجا فالو بکنید دیمو دوی چستش آدرسش و بچه هایی که منچه میخونن میتونن این اپ رو دانلود بکنن توش کلی کلمه است برای یادگیری و درس به درس و کلمه کلمه تفکیک شده ما پادکست هم بچه تولید میکنیم دیمو کست این پادکست ما هستش میتونید برید و ببینید پادکست رو تا الان دو قسمت یا سه قسمت برای شما عزیزان تولید کردیم امیدواریم که به کارتون بیاد و به دردتون بخوره خب بریم ادامه درس اه... کجا بودیم خب ما اه... خواستیم چیزا رو بخونیم اه... بی لکسیکون اولش اولیش میگه مل او د اپفال غاوس برینگن بچه مل یعنی زباله اپفال هم یعنی همون آشغال زباله نه غاوس برینگن یعنی بیرون بردن یعنی زباله رو ببری بیرون تیش دکن یعنی میز رو چیدن تیش دکن میز رو چیدن گشی شپیلن شستن یا وشن نه شپیلن یا عبوشن شپیل ماشینم داریم بچه که مثلا برای ماشین زرفشویه دیگه وش ماشینه شپیل ماشینه بعد گشی ها یعنی زرف دست گشی ها دست گشی ها ابتروکنن بچه اب توکنن, نه خوش کردن شستن و خوش کردن وشه وشه واشن یعنی لباس ها رو شستن وشن لباس ها شستن بعد وشه یعنی لباس دیگه وشه آف هنگن یعنی آویزان کردن وشه آف هنگن یعنی لباس ها آویزان کردن شپول ماشین آوز غایمن بچه یعنی خالی کردن این نه یعنی آوز غایمن مرتب کردن این آوز بعد بد پوتسن تمیز کردن فنس تا پوتسن یعنی پنج پوتسن تمیز کردن سن پوتسن دندون مسواک زدن هم میشه بودن ویشن یعنی کف زمین رو اینجوری ویشن کردن تمیز کردن شتاب زاوگن یعنی جا برقی کشیدن شتاب زاوگن سیم آفغویمن که اینم قبلا فکر کنم داشتیم فعلش آفغویمن یه فعل جدا شدنیه یعنی تمیز کردن نه و بت مخن تخت مرتب کردن وقتی از خواب بلند میشید و اینا باید تخت رو مرتب بکنید قبل از اینکه ما متن صفحه 46 رو بخونیم من یک گرامرش کوتاه بهتون بگم و سپس وارد متن صفحه 46 بشیم بچه اگه یادتون باشه ما یه فعل امری خوندیم نه بذار ببینم اینجا پیداش میکنم این ایمپاقتیبو... خب نه پیدا نمی‌نویسمش خب ما اگه یادتون باشه قبلا یه کمی راجع به ایمپراتیو خوندیم درست دارم می نویسمش غاتیو که زی رو خوندیم نه یعنی با فعل برای مثلا شما گفتم بشینید بلنشید مثلا گفتم که برای فعل امری ما زی داریم و دو داریم و دو بعد یا داریم و دیگه خدمت شما عرض کنم و زی محترمانه داریم یعنی میخوایم یک یه چیزی رو به یک کسی امر کنیم اینجوری استفاده کنیم مثلا فعل ماخن مثلا فوتو ماخن نه خواهم بگم که سریع عکس بگیر نه شنیل فوتو مخن سریع عکس بگیر برای اینکه بعد امری بکنیم دیگه بعد اگه یادتون باشه بهتون گفتم که تو جملات امری جمله با فل شروع میشه نه جمله با فل شروع میشه یعنی چی ما زیر خوندیم دیگه مثلا میگیم که مخن زی این فوتو نه مخن زی این فوتو یه عکس بندازید یا مثلا همین ترکیب من یه کپی بگیرم مثلا یه فعل دیگه مثلا موزیک هاگن میخوام بگم که موزیک گوش کن نه میگم هورن زی موزیک هورن زی موزیک خب اینو ما قبلا بلد بودیم یا هرنزی موزیک بیته یا بیت هرنزی موزیک بیته را میتونیم اینجا بذاریم اولش بذاریم اینا امروز میخوایم امری تو و شما ها رو یاد بگیریم یعنی مثلا خواهم میگم بشین بنداز مثلا گوش کن نه تو بچه تو خیلی راحته برای دو یادتونه ماخنو رو صرف میکردیم گفتیم ایش مخه دو مخست نه دو مخست رو مینویسیم این استش باید حذف بشه چی میمونه برای ما میمونه ماخ یعنی این استهز بشه میمونه چی؟ مخ نه؟ میخوایم بگیم یه عکس بنداز میگیم مخ این فوتو مخ این فوتو همینقدر راحت دیگه دو اینا نداره مخ این فوتو یعنی اینجا برای موزیک هرگن میخواییم بگیم گوش کن هرگن ایش هرگه دو, هور دو هورست. استش استشمیره میشه چی؟ هر موزیک همین. هور موزیک به این شکلی که داد میبینیم یه فعل دیگه من بنویسم به خاطر شما مثلا م... چه فعلی یه فعل با قاعده میخوام بنویسم براتون نه... چه فعلی بنویسیم مثلا دنکن نه میگم دنک دنک بیته مثلا دنک دقان به اون فکر کن دنک داغن نه کم اومدن کم, ش... کم شنل یا کم زفوت سری بیا کم زفوت به این شکل پس برای دو خیلی راحت صرف میکنیم استش از میکنیم و فعل میمونه برای ایا به چه شکلی صرف میشه همون شکلی که صرف میکنیم یعنی برای ماخن ایا چجوری صرف میشه مخت خب اینجا هم همون رو میگیم دیگه نه میگیم مخت این فوتو من به شما میگم مخت این فوتو عکس بندازید یا مثلا ایا اینجا میشه هات موزیک هات موزیک نه مثلا دنکه میشه چی دنکت دغان همون که صرف میشه می نویسیم. نه فقط ایار رو دیگه نمی نویسیم یا کمت زفوارت سری بیاید این از این خیلی راحت بود نه بس فعل امری اما برای یه دو سه تا استثنا داریم اول استثنای که میخوایم راجع صحبت بکنیم بچه استثنا فعل زاین هستش فعل زاین این کلا قیافش عوض میشه یعنی میخوام بگم باش برای دو میخوام میگم ساکت باش میگم زای این رو باید حفظ بکنید زای روحیش باشید یا باشید میشه زاید غوهیش و زی چی میشه زاینزی زی زاین زی, زاین زی بیته به این شکل و یه دونم فعل هابن هستش بچه ها این چجوری صرف میشه برای دوش میشه هاب برای دوش دوش نه برای دو میشه هپ مثلا میخوام بگم می یک چیز داشته باش این اوتو یه ماشین داشته باش مثلا برای ای و اینا هم که همون شکلی که بلدیم یعنی همون که صرف میشه هبت اوکی خب حالا شاید یه سری الان سوال بپرسن که خب فعل های بیقایده چه شکلی میشه یه سری فعل مثل, مثل مثلا فیاگسن فیاگسن چجوری صرف میشه بچه ها میشه ایش فرگسه بعد دو فرگیس نه خب استش میره چی میمونه فرگیس بچه این فعله که این شکل گستن دو تا استینا دارن یه دونه یه تش فقط میره میشه فرگیس فرگیس دست نیشت مثلا لیزن خب میشه دو لیست دیگه نه دو لیست دو لیست استش میره چی میشه لیز لیز این بخ لیز این بخ. یا مثلا فعل فاغن و کاری نداریم باز یه چند تا استثنا داریم ما بذار اشلافه نو بگم شلافن چجوری میشه ایش اشلافه دویش لفست خب استش بره چی اونه بچه ها؟ شلف شلف فیل زیاد بخواب اما غلطه فعل هایی که اوملاوت میگیرن اوملاوتشون میره بچه ها بس میشه شلاف یعنی مثلا فعل فاغن که میشه ایشواغ دو فی است استش بریم میشه چی؟ فی املاتش هم بریم شه فار فار این اوتو اوکی؟ پس یه بار دیگه برای دو صرف میکنیم استرومی بریم امری میشه برای ایا خودشه دو تا استثنا داشتیم هابن و زین فعلایی هم که املات دارن املادشون میره و بدون املات تبدیل میشن حالا با این تعریفی که کردیم بریم با هم دیگه متن رو بخونیم متنی که تو صفحه چهل و چند هست بخونیم میگه که به فعلای امریش دقت بکنید بچه ها اولیش میگه که دونرستاک اینون سوان یونی نه میگه ماما دخنش دوخ نورمال نورمال نیست مامانش حالا چراش نمیدونم او میگه هست یا نه ای روفت سی ملانی اوند میش میگه همیشه به ملانی و من زنگ میزنه نه لوس آ بودو مثلا سری باش شلف نخواب شلف دوخ نیشت زو لنگ شلف نخواب زیاد نخواب زید نیست زو فاول بچه فاول یعنی تنبل تنبل نباش نباشید نباشید نه اون بالایی هم شلافت نب... نباشید دکت دوخ یتت اندلیش دنتیش و سری تمیز کنید برینکت بیارید نه دوخ مال دن مول غاوس بیارید فعلا دو قسمتی اصلا جدا میشن دیگه همون شکلیه فرق نمیکنه به حالش جدا میشن بعد غایمت دیشپول ماشین آوس ماشین رو رو خالی کنید زو گتس دنگان سنتاک میگه کل روز این شکلی میره اوکی؟ بچه فعلای چیز هم این دیگه ich kaufe du kaufst was einkaufen haben wir بخر، bcher mir gem همین یا kauf etwas ist همونه بعد در ادامه میگه که دست دست نیفت توتال امش مخ رو اذیت میکنه اون sie موس natürlich nie bitte sagen میگه طبیعتا اصلا لطفنم تو کارش نداره Das میسن ویا نور میگه چی؟ دسمیس ویا فقط باید انجام بدیم بنده خدا مادر ایرانی که خیلی سنگ در سخت گیرترن تا الانی اولی قدیمی آره. بعدی سمت راستی میگه گستن حتمیش یونیک به میگه پیش من اومد ویزین گردن این ماینم سیما میگه تو اتاقمونیم بعد اون غدن زو اون وست و میگه چیکار میکنه Sie kommt einfach rein, mir tu, vergiss am Rischel. Ja, deine Hausaufgabe nicht, da haben wir noch ein paar Tage, wir haben noch ein paar Tage, mach du Jombe, dein Bett. Aber mir geht es so, war peinlich, da hat ein neuer Asiat Keine andere Mutter ist so, nur Mama. Geht, Mama, ich gehe nicht. Fahrer Mama, Mama. Oh nein, da ruft sie mich, mir geht sein, mir wieder. وست ویل زیدن یتست زیشا زولیش منسیما میگه الان چیه دقیقا حتما زیشا زولیش منسیما آف میگه باید اتاقم رو تمیز کنم اوده دست باید پودسن مست لعنتی قسمت پایین الان راحت میتونید جواب بدید بچه ها میگه که چه کاری باید انجام بده و چه کاری نباید انجام بده دیگه الان با توجه به که من کردم شما راحت اینجام لینه و ملانیان ان هم خودتون انجام بدید نه به عنوان تمرین براتون باشه جدول پایینی رو راحت میتونید پر بکنید هیچ کاری نداره درسشو من دادم گراماتیکی که الان گفتم بنابراین هیچ مشکلی ندارید اگه مشکل داشتید حتما تو کامنت ها از من بپرسید بریم صفحه 47 بچه ها شماره 5 میگه که ویا حد دست بست گدش نیست یه کمی راجبه تمرین کلاسیکه راجبه حافظتون میخواد صحبت بکنیم که ببندید و یه کمی راجبه کلمات بگید ما متاسفانه نمیتونیم اینجا خیلی کار بکنیم راجبش قسمت بعد به و فرمولی قنزی بی تانسون بی لکسیکون این هم یه بازی کلاسیه میگه با فله امری اگه پارتنر دارید با هم دیگه این کار رو انجام بید بازی کنید امر کنید با هم دیگه و یه سری بازی رو انجام بدید اما یه راجب یه موضوع دیگه میخوایم صحبت بکنیم بچه ها ما قبلا اگه یادتون باشه میا و اینا رو خوندیم نه میا دیا بذار ببینم داریمش آها اینجاست دست آتو گهرد اینجا بود آها اینجاست آره یا تو ما زمایر داتیوی رو خوندیم که مثلا به من کمک کن این به من تعلق داره به تو تعلق داره یا دیگه نه حتما دو سه درس چهار درس پیش بود امروز اینا داتیوی بودن بچه امروز میخوایم پرزون اینا پرزونال پرونومن اینجوری بودن پرزونال پرزونال پرونومن ایم ایم داتیو بودن امروز میخوایم همین رو بخونیم بذارید من همین چیز کنم بیارم جلو امروز میخوایم همینو بخونیم توی چی؟ توی اکوزاتیف نه؟ یعنی اکوزاتیفی رو بخونیم پرزونال پرونومن ایم اکوزاتیف. یعنی چی؟ یعنی یه فعل که مثلا من اینو چیز کنم مثلا میگم ایش لیب عاشقتم یا مثلا از دو شروع بکنم که با می شروع شه. هم بگم تو عاشق منی دو لیبز میش دو لیبز میش به من کمک می کنیم می شود میا یادتونه اینجا حالا اینجا میخوام بگم اکوزاتیفش دیگه نمیتونم بگم میا اش دنمن دن من, من یادتونه اینجا می دو لیبز میش بعد میگم که چی؟ اش لیب دیش عاشقتم یا مثلا عاشق اون خانومم اش لیب زی عاشق اون آقاه هستم میشه چی؟ میشه بذار من ایشلی کپی کنم ایشلیبه ایشلیبه این عاشق اون مثلا ماشینم ایشلی اس زی و اس یکی هستن نه تو عاشق مای دو لیپست اونس مارا من عاشق شما هستم ایشلی اوش من عاشق اونا هستم زی یا زی محترمانه زی به این شکل اگه دقت بکنید اون سوش سو با اون سوش سو داتیوی یکی شد نه این دوتاشون یکیه بعد زی و اسش هم که همون خود نومیناتیو فقط اینه پس تو زمر آکوزاتیو مثلا میخوام میگم که به من زنگ بزن چی میگم بچا میگم که غوفس امریش غوفس دو میش آن یا ایش غوف دیش آن تو رو میبینم ایزه دیش نه یه سری جمله برای من با آکوزاتیو اگه دوستش بنویسید یه سری جمله با داتیو مثلا میگه که ich trinke این این برمیگرده مثلا به کافه به قهوه ich trinke این اون را مینوشم نه خب یا میای دنبالم holst du mich ab ab حوله نیازونه حالا بیایم شماره هفت قسمت هفت رو ببینیم راجع به همین مباحثه این صفحه 47 قسمت هفت سمت راستش دو تا جدول داره یه جدول داره که از یک تا شیش زیرش گفته آ دینا س بنویسید قسمت بشم میگه هر کدوم از اون زمایر تو این جمله ها برمیگره به چی یعنی دو تا متن هر کدوم رو رو میخوایم پر بکنیم اولی میگه که های زاغا نه به سلام میده میگه که زو یت بینیش فی عین ووخه نیشت دا میگه اونجا نیستم یه هفته اونجا نیستم بهش یه سری اطلاعات میده نوخ این پا خب میگه دیوش ایس میگه چیه مم... لباس ها تمومن دست بعد وزر شموتسیش میخواییم رو بخونیم و از پایینی ها وصف بکنیم به اون بالایی به جدول سمت راستیش میگه همون کسیف شموتسیش یعنی کسیف بعد میگه که آف دم انغوفس به انفورتا ور این انروف میگه توی اون تلفن جواب میده اون چیزی که نگه هم داره زنگا رو میگه یه دونه زنگ از پیتر است هبت یا دو اونده میگه تو استفان میگه وقت دارید سایت وقت دارید مین فنس از ال نخ اوف میگه همه پنجره هم بسته هستن بعد میگه که ایک گوم نکست میتوخ میگه شم... چهارشنبه بعدی فلان ساعت میرسم به بانهوف نه حالا پایینیا رو بخونیم ببینیم هر کدوم از این زمایر آکوزاتیوی به کی برمیگرده به کدوم از اون حرفا برمیگرده و یعنی چی مثلا اولیش گفته که ایش هاب اس اس یعنی برمیگرده زمیر آکوزاتیوی دیگه میگه اونو چیکار کردم نوخ شنل گپوتست میگه سری تمیزش کردم اگه دقت کنید برمیگرده به یک چیز به دو دو دست باد دیگه بعد همون بود نه اینجا هم میگه سری تمیزش کردم یعنی تو جدول بالایی زیر دو می نویسیم آ تو پایینم که خودش نوشته برای اس نمیشه دست بد دومین جمله میگه میقیا مشت اوش به شماها اوش برمیگرده به کی به اون دوتا یعنی برمیگرده به چهار نه یعنی چهار میشه ب اوش هم کیه اون دوتا هن دو استفان بعدی میگه می کنس می دو میش مرا کنس میش فیلشت ابهولن بچه فیلشت کیه ایشه دیگه الکس اگه تاینامه رو بنویسی نوشته الکس این بر میگره به کی سه بر به کی دیگه الان راحت میتونید بگید دیگه نه که اونجایی که میگه من میرسم به بانهوف یعنی میرسه به شیش نه بعدی میگه غوف این دخ بیت سقوک این برای آقا بود دیگه من دیگه برگش نمیگم که تمرین بشه بخوین انجامش بدید نه این برمیگره به آقا به کی خودتون ببینید به کی میگه گفت کیو زنگ بزنید اینم از زمانه اکوزاتیو چون اینجا میگم دیگه من همه تمرین نمیگم که شما یه فکر بکنید فیلم رو پاز بکنید بنویسید خودتون براتون سوال بیش بیاد اگه من همه رو بگم که دیگه شما پیشرفتی نمی کنید بریم صفحه بعد قسمت سه هم که اون جدول است میتونید کامل بکنید صفحه بعد اینو بخونیم بعد شما میتونید تو کامنت ها برای من یه دونه راجب همین به این شکل بنویسید یه دونه آگهیه که بعد بخونیم دنبال یه دونه همخونه نه اول بخونیم آگهی رو گفته که زوپا گنستیگس یعنی العاده یه قیمت خوب ویگ سیما این ترام ونون تو خونه رویایی اجارش چقدر 250 تاست چی داره هزینه جانبی شامل اینکلوزیو اینا رو قبلا خوندیم بلدیم دیگه من نمیگم تو فکر کنم همین اوایل همین درس بود درس دو بود خوندیمش یعنی درس 13 یا 14 بعد سیما گروس عباد اتاق گفته که چیا داره فرای آب از کی خالی میشه ده یک خالی میشه بعد میگه بیستو تو مرتبید بچه اوردنتلیش یعنی مرتب مرتبید اون پوتس تو اوخ بچه یعنی داوطلبانه میگه داوطلبانه ام هم, هم. و اینا رو تمیز میکنید می اسمشو گفته که کیه فرانسیه بیت گنستیگه ویگه سیما این ها ها اشتاد تو اینجا یه دونه خونه ارائه میده یعنی دنبال یه همخونه میگرده حالا سمت راست نوشته که یکی براش پیام داده که حالو دی وونونگ زید یا تول هاوس بچه فعلا اون دیگه میگه خونه خوب به نظر میرسه اسمش گرته بین زیبنون چونسش یا سالشه اونش و آرچیتک میخونه یعنی معماری میخونه اونش بین زی اردنتلیش و میگه خیلی هم مرتع و منظم هم من اون پوتست اوف افت و معمولا تمیز میکنم اون گرندلیش ایش کوخه آخ ونزین ایش گیرد بچه میگه کاملا به طور دیوانوار پختنم دین پرفکت ها میت بوونه میت بوونه یعنی همخونه آقا میت بوونه هم همخونه خانوم میگه ازو ایش فقای میشون آف دین انفورد میگه منتظر جوابت هستم و تایش ارادت من داده و گرد نوشته زیرشه چند سوال نوشته میگه فرانسی زخت اینن لیشن یا نتن دنبال مرتب میگره نه مهربون چیه خیلی گرونه ارزونه زه بیلیش ارزونه گرت اربایتد گرن یا گرنش ایم هاوسالت هاوسالت یعنی کاره خونه خب معلومه گفت با علاقه کار میکنم این عزیز حالا شما هم دفعه بعد از سمت دارست یه چنین مت میداده تو کامنت ها برای من بنویسید من حتما چیک خواهم کرد و اشتباهاتتون رو بچه خواهم گرفت قول میدم صد درصد من تمامی کامنت ها رو نگاه میکنم و اشتباهی که باشه حتما اون اشتباه رو برطرف خواهم کرد دمتون گرم مرسی که همراه ما بودید ما جلسه بعد درس جدید رو با هم دیگه شروع میکنیم یادتون نره که ما رو سابسکرایب بکنید و این اپلیکیشن رو هم راحت نصب بکنید و پادکست و کانال ما رو هم فالو بکنید کانال ما هم دیمو دوای چستش مراقب خودتون باشید ما درس بعد درس 20 رو با هم دیگه به امید 21 رو به امید خدا با هم گسترد میزنیم تا بعد